5 روز مانده تا برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان در ایران، مثل هر روز در 60 ثانیه مرور می‌کنیم به آخرین اخبار انتخابات. وزیر کشور ایران با انتقاد از افرادی که کاندیداها را منتسب به خارج کشور می‌کنند گفت ما باید متحد باشیم و نگوییم در انتخابات ادعی انگلیسی هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته بود کسانی که آمریکا و انگلیس از آنها حمایت کردند اگر اعلام براءت نکنند مجرمند. ایرنا گزارش داده که چهره‌های ورزشی سرشناس برای تبلیغ نامزدهای انتخابات به شهرهای مختلف سفر می‌کنند. از جمله گفته می‌شود که ستاد آیت الله لاریجانی در مازندران از علی پروین دعوت کرده است. محمد رضا عارف سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات تهران از مردم تهران خواسته تا 7 اسفند مسافرت نروند و به لیست این طیف در انتخابات مجلس و خبرگان رای دهند. غلام علی حداد عادل نامزد اصولگرایان در تهران میگوید صدای پای مجلس ششم شنیده میشود. مجلس اصلاح طلب ششم در مواردی مخالف نظر آیت الله خامنه ای عمل میکرد و اصولگرایان از آن به بدی یاد میکنند. قلب ماهیت نظام جمهوری اسلامی و از بین رفتن اساس جمهوریت نظام و تعطیل شدن اصول متعدد بله 60 ثانیه رو دیدید. اخبار انتخابات رو همینطور میتونید در وبسایت صدای آمریکا voanewsfarsi.com هم همیشه دنبال بکنید. از وبسایت همکارم بهروز صمدبیگی اینجا در استودیو با من هست تا به نگاه دقیق تری بکنیم به آخرین خبرها. بهروز سلام و خوش آمدید به برنامه. بیا از اینجا شروع بکنیم که این ماجرای انتصاب کاندیداها به آمریکا و انگلیس همچنان ادامه داره. بله، این یک خط پررنگی شده در موضع‌گیری‌های اصولگرایان و به خصوص با اظهار نظر صریح آقای خامنه ای. خیلی حالا مانور میدن روی این قضیه. امروز آقای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم گفته که این کمپینی که تشکیل شده در واقع کمپین نه به خامنه ای هست و در واقع این تقابل و دوگانه رو به طور صریح ابراز کرده، ولی آقای وزیر کشور امروز گفته بودش که این درست نیستش که یک سری از کاندیدا رو به خارج از کشور منتسب کنیم و بگیم که عده‌ای از کاندیداها انگلیسی هستند. به نظر می‌رسه این خط در روزهای آینده هم ادامه داشته باشه و سرش بحث بشه بازم. شاید پررنگ‌تر هم بشه و ما همچنان دنبال می‌کنیم ببینیم که چه خبرهایی در این باره میاد. اما به روز بحث حضور چهره‌های ورزشی به نفع بعضی از نامزدها هم مطرح بود و بس جالبی بود. درسته، در انتخابات مجلس به خصوص این خیلی سابقه دار هست، چهره‌های ورزشی که محبوب مردم هستند به شهرهای مختلف میرند و خب این امکان رو دارن که به چند شهر برن و از چند کاندیدا هم حمایت بکنند. به هر حال برای اونها نفع مالی و یا سیاسی داره، برای کاندیداها هم این نفع رو داره که استفاده میکنن از محبوبیت چهره‌های ورزشی. این بار گفته میشه که آقای علی پروین یکی از چهره‌های محبوب ورزشی ایران به نفع آیت الله لاریجانی که کاندیدای مجلس خبرگان در مازندران هست وارد شده. نکته جالب در مورد آقای پروین این هستش که ایشون یکی از با استعدادترین و بزرگترین بازیکنان فوتبال ایران بودند، اما گویا در شمع سیاسی اونقدر با استعداد نیستند، چون در سال 76 ایشون از ناطق نوری حمایت کرد، حمایتی خیلی پر سر و صدا بود، اما بعد مشخص شد که اشتباه کرده در انتخاب جناح سیاسی مورد حمایت خودش. چهره ورزشی دیگری هم بودند که در سالهای گذشته خیلی پررنگ حامی کاندیداهای خاص بودند، به خصوص در کاندیداهای ریاست جمهوری، اما در مورد انتخابات مجلس و خبرگان این دوره فعلا نامهای مطرحی که مطرح شده علی پروین هست و چند تا چهره کمتر معروف. بسیار خوب، سپاسگزارم از بهروز صمدبیگی. و حالا آرش سیگارچی در بخش دیگری از برنامه با ما خواهد بود و اخبار انتخابات رو در وبسایت صدای آمریکا شما دنبال بکنید حتما، و ما البته با آرش سیگارچی هم خواهیم پیوست در بخش دیگری از برنامه و آخرین گزارش ها رو از او خواهیم گرفت. اما همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران، رسانه ها و خبرگزاری های بین المللی هم به تدریج پوشش خبری خودشون رو در رابطه با انتخابات ایران افزایش دادن. گمان زنی ها درباره احتمال انتخاب جایگزین برای آیت الله خامنه ای رهبر ایران توسط مجلس خبرگان آینده از جمله موضوع هایی است که این روزها توجه رسانه ها و خبرگزاری های بین المللی رو به خودش جلب کرده. گزارش مسعود ملک رو ببینیم و برگردیم. خبرگزاری رویترز گزارش خود را با این یادآوری آغاز می‌کند که مسئولیت اصلی مجلس خبرگان که اعضای آن را اغلب روحانیان سالخورده تشکیل می‌دهند، انتخاب رهبر جمهوری اسلامی است.
با جرأت مدعی هستم. از 27 سال پیش به این طرف که آیت الله خامنه ای در پی مرگ خمینی به رهبری جمهوری اسلامی برگزیده شد، نیازی به انتخاب رهبر جدید نبوده است. این بار اما فرق می‌کند. شرایط سنی و سلامت آیت الله خامنه ای به این چشم انداز دامن زده که مجلس خبرگان جدید وظیفه انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی را به دوش خواهد کشید که حرف آخر را در اکثر حوزه‌های حکومت از سیاست خارجی گرفته تا دفاعی و قضایی می‌زند و حتی رئیس جمهوری منتخب مردم هم ناگزیر به پیروی از دستورات اوست. از همین رو انتخابات مجلس خبرگان که قرار است در روز هفتم اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شورای نگهبان با رد صلاحیت 475 داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس 88 عضوی خبرگان که اعتدالگرا تلقی می‌شدند، از جمله حسن خمینی نوه آیت الله خمینی، میدان رقابت را برای تنها 161 نفر بازگذاشت و انتظار می‌رود دست بالا نصیب محافظه‌کاران یا همان اصولگرایان بشود. با این حال چهره‌های معتدلی هم در فهرست نامزدهای مجلس خبرگان دیده می‌شوند، نظیر حسن روحانی رئیس جمهوری و اکبر هاشمی رفسنجانی که برای دفاع از کرسی فعلی‌اش در مجلس خبرگان در انتخابات روز جمعه شرکت می‌کند. حسن روحانی اخیراً فهرست یک بلوک 16 نفره که خود را یاران اعتدال می‌خوانند منتشر کرده که نقطه مقابل بلوک اصولگرایان به رهبری افرادی نظیر محمد تقی مصباح یزدی، احمد جنتی و محمد یزدی تلقی می شود. هرچند گمان زنی ها بر اکثریت اصولگرای مجلس خبرگان استوار است. با این حال اقلیت معتدل نیز هرچند کوچک اما تاثیرگذار خواهد بود. به ویژه که لابی نهادها و گروه‌هایی که در لوای رهبری آیت الله خامنه ای از قدرت و نفوذ برخوردار شدند، نظیر سپاه پاسداران در پشت پرده خاموش نخواهند نشست تا به این تضمین برسند که از حمایت رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران برخوردار خواهند بود. آخرین و تازه‌ترین خبرها درباره انتخابات در ایران رو دنبال می‌کنیم در این بخش از برنامه با همکارم آرش سیگارچی که برای ما بیشتر از دقیق‌تر از رد صلاحیت‌ها صحبت خواهد کرد و همینطور از چهره‌های شاخص. درسته فهیمه، امروز می‌خوایم نگاهی دقیق‌تر به رد صلاحیت‌ها و برخی چهره‌های شاخص داشته باشیم. انتخابات آزاد در دنیا یه تعریف ساده داره. آزادی رأی دادن که خب در ایران همه افراد بالای 18 سال میتونن بدون محدودیت رأی بدن. بخش دوم شاخص انتخابات آزاد آزادی نامزد انتخابات شدن هستش. مسئله ای که در ایران بعد از انقلاب تنها یک بار در مجلس اول به خوبی تجربه شد. در دوره‌های بعد شورای نگهبان همواره منتقدان و مخالفان رهبران و نظام سیاسی رو به بهانه‌های مختلف رد صلاحیت کرد. ببینیم از رد صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات. We'll be right back.
نگاهی بود به رد صلاحیت‌ها در این انتخابات، اما قراره که پاسخ‌های شما به سوال روز رو هم بذاریم. دیروز پرسیدیم کاندیدای منتخب برای انتخابات مجلس باید چه برنامه‌ای داشته باشه. روی فیسبوک ما بعضی انتقاد کردن چرا شرکت در انتخابات رو تبلیغ می‌کنه. دوست عزیزی که اینو نوشتی، صدای آمریکا نه شرکت در انتخابات و نه عدم شرکت رو تبلیغ نمی‌کنه. فقط از شما می‌پرسیم نظرتون. به هر حال مهدی روی فیسبوک ما نوشته باید شخصی مثل علی مطهری باشه که در برابر قانون شکنی هایی مثل حس غیر قانونی در مجلس ایستادگی کنه. بهرام هم گفته کاندیدای مطلوب من هیچگاه امکان ورود به مجلس رو نداره. سوال دیگه ای هم از شما پرسیدیم که روی فیسبوک ما میتونید به اون جواب بدید. فهمیدید؟ سپاسگزارم آرش سیگاچی.